فقط خبرها. ما با سبک زندگی جدید، یعنی خونه خلوتتر، یعنی وقتی با اقواممون ملاقات میکنیم با فاصله بیشتر، یعنی دست دادن نباشه، یعنی روبوسی نباشه، یعنی ماسک باشه. همزمان با ادامه مراسم عزاداری محرم، روحانی درباره موج سوم کرونا در صورت عدم رعایت مقررات بهداشتی هشدار داد. صدور حکم برای فعالان اصلاح طلب که علیه سرکوب اعتراضات آبان بیانیه دادند. 6 نفر از امضا کنندگان نامه 77 نفر به زندان محکوم شدند. تلاش برای نجات جان رهبر مخالفان دولت روسیه الکسی ناوالنی به آلمان رسید و بستری شد. و نگرانی از تمرکز بر بازی سیاسی به جای پاکسازی لکه نفتی. دولت جزیره موریس داوطلبان را به چشم درد سر می‌بیند. سلام، خوش اومدید به یک بخش خبری دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی. در ایران دومین شب عزاداری های محرم در حالی برگزار شد که شمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا بنابر آمار رسمی همچنان بالای 2000 نفر است. ستاد مقابله با کرونا وعده داده بود که عزاداری ها با رعایت مقررات بهداشتی برگزار می شود، اما تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده تجمع فشرده عزاداران بدون ماسک و رعایت فاصله ایمن از یک دیگر را نشان می‌دهد. در همین حال روز چهارم آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌ها در مقطع کارشناسی برگزار شده، آزمونی که 12000 داوطلب در اون غایب بودند. باران عباسی گزارش می‌دهد. دومین شب عزاداری‌های محرم در ایران. تصاویری بی‌شباهت به شرایط کشوری در حال مقابله با یک بیماری همه‌گیر و خطرناک. برگزاری مراسم به اصرار چهره‌های مذهبی و سیاسی محافظه‌کار، به رغم هشدارها درباره احتمال بالا رفتن هرچه بیشتر شمار قربانیان. محکم قدم بردار. تصاویری متفاوت از رسانه‌های دولتی. حضور محمود کریمی مداح معروف در آنچه تکیه سیار نامیده و تقدیر وزارت بهداشت از آنچه خلاقیت در عزاداری نام گرفته. صورت‌های ماسک زده، حفظ فاصله فیزیکی و برگزاری مراسم در فضای باز. مقرراتی که به نظر می‌رسد در نبود دوربین‌های تلویزیون نظارتی بر اجرای آن نیست. همزمان هشدار رئیس جمهوری درباره احتمال آمدن موج جدیدی از کرونا. اگر این دستورالعمل را کنار بگذاریم، بله موج سوم هم داریم. دستورالعمل را کنار نگذاریم، به احتمالی ممکنه نداشته باشیم اصلا. عزاداری ها، نشست ها، فاصله ها، ماسک ها، همه جا باید همه اصول بهداشتی مورد مراعات ما باشه. خیلی برای ما مهمه که ماه محرم پرشوری را بگذرانیم و بعد از عاشورا وقتی یه هفته دو هفته میگذره تو این نمودارهایی که شما میکشید هیچ جا نبینیم پیک جدید رو. نمودارها اما همین حالا هم از بالا بودن شمار مبتلایان و جانباختگان حکایت دارند. به گفته وزارت بهداشت تنها در 24 ساعت گذشته بیش از 2000 مبتلای جدید شناسایی شده و 126 نفر هم جان خود را از دست دادند. آمار رسمی کل مبتلایان به حدود 357000 نفر رسیده و شمار جانباختگان از 20500 نفر عبور کرده. هرچند که به گفته منابع بیمارستانی آمار واقعی بسیار بیشتر از داده‌های رسمی است. وزارت بهداشت می‌گوید 15 استان در وضعیت قرمز هستند. مازندران، تهران، قم، گلستان، خراسان شمالی، اردبیل، اصفهان، البرز، خراسان رضوی، کرمان، سمنان، آذربایجان شرقی، مرکزی، یزد و گیلان. آماری که به نظر نمی رسد در تصمیم حکومت برای ادامه گردهمایی ها تأثیری داشته باشد. امروز برگزاری چهارمین روز از کنکور سراسری، امتحان گروه زبان‌های خارجی که بیش از 12000 غایب داشت.
به گفته سازمان سنجش، شمار غایبان کنکور در گروه‌ها و مقاطع دیگر هم امسال بیشتر از سال‌های گذشته بود. شاید به دلیل نگرانی از ابتلا به کرونا. یک آزمون بزرگی است برای ما. رئیس جمهوری اما از آزمونی که خود را در آن می‌بیند نگران به نظر نمی‌رسد. یه آزمونی است که ما چگونه این عزاداری سالار شهیدان رو انجام میدیم، احترام میکنیم به فرهنگ عاشورا. آزمونی که اگر بر اساس چنین تصاویری قضاوت شود، نمره قبولی نمیگیرد. باران عباسی، بی بی سی. از دکتر آرش علایی مدیر انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین‌الملل پرسیدم موج سوم کرونا که آقای روحانی به آن اشاره کرده چه میتواند باشد؟ ببینید، آقای روحانی باید این نکته رو توجه داشته باشند که برای لغت‌ها و عناوینی که در بخش بهداشت عمومی و سلامت عمومی استفاده میشه تعریف‌های اختصاصی وجود داره. یعنی اونجایی که میگن موج ایجاد شده یا موج بیماری کنترل شده، اینها تعریف‌های اختصاصی داره و با عددها و رقم‌هایی که توسط سخنگوی محترم وزارت بهداشت داده میشه اینها رو نمیتوان در ایران درست تفسیر کرد. چرا؟ چون به نظر میرسه که نصف عددها رو نمیدن. یعنی تا اونجایی که ما ندانیم چه نوع تستی، به چه مقدار، در چه استانی استفاده شده و در بین اون افرادی که این تست ها روشان انجام شده چقدر مبتلا شدن، از یک طرف به صورت اختصاصی و از طرف دیگه چند نفر از افراد علامت های التهاب ریه با گمان بری به کووید 19 داشتن، نمی توانیم بگیم کی این موج اول یا موج دوم کنترل شده. این یک. و دو، رها کردن جامعه و ایجاد بیماری، موجهایی که ایجاد میکنه، این هنر نیست. هنر اینه که سیاستهایی اعمال بشه و خروجی اون سیاستها با عدد و رقم دقیق نشان بده که موج اول یا موج دوم جلوش گرفته شده و چه اشکالاتی پیش آمده که موج بعدی ایجاد شده، که اینها همش نکتههای ابهامی است که گفته میشه توسط وزارت محترم بهداشت و آقای روحانی، که بهتر بود که کارشناسان مرتبط با بهداشت همگانی در ایران به این می‌پرداختند. برای من، تصور می‌کنید که آمار و ارقامی که وجود داره آمار و ارقام حقیقی نیست و بر اساس اون عملاً سیاستمداران هم نمیتونند تصمیمات دقیقی بگیرن؟ ببینید، دو تا موضوعه. یکی اینکه آمارها حقیقی هست یا نه، یکی اینکه آمارها کافی نیست. یعنی حتی اگر ما بگیم که عددهایی که گفته میشه درست دقیقه، این عددها کامل نیست. پس دو تا ما مشکل داریم. یکی این که واقعی بودن، حقیقی بودن این عدد هاست. دوم این که کامل بودن این عدد هاست، که هر دو تا مشکل داره در این. دکتر آرش علایی بود. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دوشنبه به تهران می‌رود. آژانس اعلام کرده که رافائل ماریانو گروسی با مقام‌های ارشد ایران درباره همکاری دو طرف، مخصوصاً در مورد اجازه دسترسی بازرسان به اماکن اعلام نشده، گفتگو خواهد کرد. آژانس حدود دو ماه پیش در قطعنامه‌ای از ایران خواسته بود هر چه زودتر اجازه بازرسی از دو مکان مشکوک را بدهد. همکاری نکردن با آژانس یکی از دلایل آمریکا در طرحش برای احیای تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران است. کسرا ناجی گزارش می‌دهد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید مدیر کل آژانس روز دوشنبه عازم تهران است. در اولین سفرش به ایران بعد از انتخابش به عنوان مدیر کل آژانس 8 ماه پیش، رافائل ماریانو گروسی گفته است که می‌خواهد به تهران برود تا اهمیت همکاری‌های ایران را شخصاً با مقام‌های ایران در میان بگذارد. او گفته است امیدوار است مسائل همکاری‌های ایران با آژانس و به خصوص دسترسی بازرسان به سایت‌های مورد نظرشان را حل و فصل کند. قطعنامه اخیر آژانس از ایران خواسته است که فوراً به بازرسان این آژانس اجازه بازدید از دو سایت و از جمله این نقطه را بدهد. در 24 کیلومتری شمال شهر آباده که تصاویر ماهواره‌ای حاکی از فعالیت‌هایی است که ایران آن را اعلام نکرده. فعالیت‌هایی که ممکن است به 17 سال پیش برگردد. روزنامه دیلی تلگراف چاپ لندن گزارش کرده است که ایران با بازرسی از اینجا موافقت کرده، به شرط آنکه با این بازرسی پرونده فعالیت‌های گذشته ایران برای همیشه بسته شود.
سفر مدیر کل آژانس درست یک هفته قبل از جلسه بعدی کمیسیون مشترک برجام صورت می‌گیرد که قرار است روز 11 شهریور اول سپتامبر در وین جلسه داشته باشد. برای بررسی به موارد نقض برجام از طرف ایران و شکایت‌های ایران در مورد عمل نکردن اعضای دیگر به خصوص اروپایی‌ها به تعهداتشان. جلسه مهم درست در شرایطی که آمریکا به بهانه عمل نکردن ایران به تعهداتش در شورای امنیت خواستار برگشتن همه تحریم‌های بین‌المللی پیشین علیه ایران شده است. علی‌رغم مخالفت‌ها با آمریکا در شورای امنیت اینجا، ایران امروز زیر فشارهای بیشتر. کسرانجی بی بی سی. بیشتر از کامیز فتایی همکارمون در واشنگتن درباره واکنش مقام‌های آمریکایی به نامه‌ای که اکثر اعضای شورای امنیت در مخالفت و عدم همکاری با آمریکا در شورای امنیت نوشتن پرسیدم. مقامات آمریکایی میگن که مجوز نمیخوان، اجازه نمیخوان از کسی که اگر بخوان تحریم‌ها رو در واقع اعمال بکنن. این صحبتیه که براین هوک کرده، مسئول البته باید بگم سابق ایران در وزارت امور خارجه آمریکا. و همینطور می‌بینیم وزیر امور خارجه آمریکا مایک پومپئو هم در 24 ساعت اخیر گفته که اجازه نخواهیم داد، به گفته او ایران با فروش سلاح بخواد به صدها میلیارد دلار وجوه مالی دست پیدا کنه. بنابراین تاکید هست بر ادامه فشار حداکثری. البته این رو بعد اضافه بکنم، وقتی که آمریکا به شورای امنیت رفت با این علم رفت که به احتمال زیاد قطعنامه وتو خواهد شد و شکست خواهد خورد. منتها امید اینها این بود که فقط چین و روسیه مخالفت کنند و بقیه حداقل به خصوص شرکای اروپایی اینطوری موضع‌گیری نکنند. منتها الان میشه گفت نتیجه معکوس شد، به جای اینکه چین و روسیه منزوی بشن، آمریکا منزوی شد. حالا ببینیم که 13 عضو شورای امنیت از 15 عضو، یه عضو که آمریکاست، عضو دیگر هم جمهوری دومینیکن هست. به غیر از اینها همه اینها نامه‌هایی در واقع نوشتند، موضع خودشون رو تشریح کردند که آمریکا حق توسل به ماشه تحریم ها رو نداره، چرا که از برجام بیرون اومده. به هر حال میبینیم که یک خشمی رو در دولت آقای ترامپ میبینیم، در وزیر امور خارجه آمریکا میبینیم که بلافاصله بعد از اعلان خبر توسل به مکانیزم ماشه گفت که شرکای اروپایی، متحدان اروپایی آمریکا رو متهم کرد که به گفته او با آیت الله ها دارن کار میکنن، جانبداری میکنن. و علارغم اینکه به گفته او حکومت ایران در کشورهای اروپایی هم به گفته آمریکا فعالیت های تروریستی داشته. کامبیز فتایی بود. کانال تلگرامی امتداد نزدیک به اصلاح طلبان ایران به نقل از حجت کرمانی حقوقدان خبر داده که رأی 14 متهم پرونده موسوم به بیانیه 77 نفر صادر شده. این بیانیه در اعتراض به سرکوب معترضان آبان 98 نوشته شده بود. عده‌ای از امضا کنندگان اون که از طیف‌های مختلف اصلاح طلبان هستند به حبس محکوم شدند و عده‌ای هم تبرئه شدند. فرین عاصمی همکارم اینجا در استودیو با من هست. فرین، به احکام که نگاه می‌کنین کمی اول اصلا برام بگو که این احکام چگونه است، یعنی چه افرادی تبرئه شدن، چه افرادی حکم گرفتن؟ دقیقا پرونده موسوم به بیانیه 77، 14 متهم داره که 8 نفر از اونها تبرئه شدن و 6 نفرشون حکم گرفتن. این 6 نفر علی شکوری، راد محمد حسین کروبی، محسن آرمین، قربان بهزادیان نژاد و صدیقه وسمقی هستن، از اصلاح طلب های سرشناس هستن و هر کدوم به 1 سال حبس تعزیری محکوم شدن. یک نفر دیگه هم هست که حکمش اعلام شده همراه با این پرونده، که 2 تا اتهام داره، یکی فعالیت تبلیغی علیه نظام مانند اون 6 نفر دیگه و یک اتهام دیگه هم که داره اجتماع برای از بین بردن امنیت ملی هست، آقای مهدی محمودیان هست که 2 تا پرونده داره. یک پروندهش که 4 سال به خاطرش به حبس محکوم شده به خاطر فراخوانیه که داده بود برای شمع روشن کردن به یاد قربانیان هواپیمای مسافربری اوکراین که با شلیک موشک سپاه ساقط شد. کاملا تعداد خیلی زیادی همون بیانیه رو، یعنی غیر از آقای محمودیان هم احتمالاً افراد دیگری اون بیانیه رو دادن یا خواستن از مردم که بیان و شمع روشن کنن. دقیقاً خواستن که بیان شمع روشن کنن. حتی آقای محمودیان بازداشت هم شد، احضار شد، بازداشت شد. یک ویدیوی، یک فایل صوتی منتشر کرد از صدای بازجوش که بهش باهاش تماس گرفته و گفته بوده که نمیتونسته همینطور فراخوان بده و باید مجوز میگرفته. اینجا باید اشاره بکنم که فقط آقای محمودیان نیست که در پرونده فراخوان برای شمع روشن کردن برای قربانیان هواپیمای مسافربری به حبس
محکوم میشه. ما توی خبرها پیشتر هم داشتیم که 3 زن در آمل به همین اتهام به 8 زندان محکوم شدن. ولی خب در مورد این بیانیه 77 نفر باید بگم که بعد از اعتراض‌های آبان 77 نفر نامه نوشتن و خواستار رسیدگی به این وضعیت شدن و اون سرکوب گسترده معترضان آبان رو جنایت خوندن و گفتن که باید حتما بررسی بشه، که خب میدونیم 100 نفر کشته شدن. خبرگزاری رویترز گفت 1500 نفر کشته شدن و به هر حال هنوز پاسخی داده نشده از طرف جمهوری اسلامی. ممنونم ازت فریم. البته این تعداد رو بعد ببینیم که دولت ایران فکر می‌کنه اگه اعلام کرد بهتر که بین 200 تا 250 نفر ظاهرا کشته شدن. ممنونم ازت فریم. فرین ناصری همکار اینجا در استودیو با به میانه برنامه رسیدیم. نگاهی بکنیم به مهمترین عناوین خبری روز. همزمان با ادامه مراسم عزاداری محرم، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درباره موج سوم کرونا در صورت رعایت نکردن مقررات بهداشتی هشدار داد. 6 از فعالان اصلاح طلب که علیه سرکوب اعتراضات آبان بیانیه داده بود به زندان محکوم شد. در ادامه این برنامه، داوطلبان پاکسازی لکه نفتی دولت جزیره موریس را به کارشکنی متهم می‌کنند. دولت افغانستان میگوید حمله‌های اخیر طالبان به نیروهای امنیتی بیانگر روایت جنگی و تداوم خشونت فزاینده این گروه است. در شبانه روز گذشته کابل و شماری دیگر از ولایت‌های افغانستان شاهد چندین حمله و انفجار بودند. تنها در کابل امروز 4 انفجار رخ داده. در مجموع این حملات دست کم 20 نفر کشته شدند. طالبان گفته که اکثر این حملات کار این گروه نبوده. میرزا محمد یارمند، معین پیشین وزارت داخله افغانستان از کابل با ما هست. آقای من، برداشت شما چه است؟ علارغم اینکه زندانیان طالب اون 400 نفر آرام آرام آزاد شدند و قرار بود که مذاکرات شروع بشه، اما حالا شاهد افزایش خشونت ها هستیم. چه اتفاقی داره میفته؟ درود بر شما. اساساً در افغانستان دارن سیاسیون شعبده باز، استخبارات شعبده باز و پیرا و روحانیون شعبده باز مردم در گروگان گرفتن. به اصطلاح بزرگانی که در یکی هستن با هر ترفندی بدون اینکه تبعاتی را فکر کنن گروه در شعبده باز مسئول شدن. مردم توسط همین کار در گیره و گرفته شده. این روش های جادویی چی است؟ ملت افغانستان به رکود فکری برده شده، نیروهای امنیتی در جنگ فرسایشی مصروف شده، صورت طبیعی قوا جدی گرفته نشده، بومیگری ساختگی، مدرنیته ساختگی، انکشاف ساختگی، این ها نمیتونه در افغانستان یک ساختار بسیار جا افتاده را تضمین بکنه و مردم در رفاه و سر ببرند. از صحبت های شما اینطور متوجه میشم که با مذاکرات صلح اصولا موافق نیستید. ما با مذاکرات صلح هم موافق هستیم، اما این صلح نه صلح افغانی است و نه جنگ افغانی است. اینجا یک کشوری هست به نام پاکستان که او افغانستان به تمکین در جهت خواسته‌های خودش می‌خواهد و افغانستان این تمکین نمی‌پذیره. بنابراین در چوکات یک راهبرد بسیار جا افتاده سلسله به سلسله برنامه‌های خود را تطبیق می‌کند. هیچ نوع فشاری تا به اکنون بالای پاکستان دوری که بتانم که مرکز جمعیت به تروریست تاسیم است شود، تعلیمگاه تروریستی دستور چه و اقدام عملی وجود ندارد. شوراهایی که در اوجه به نام کمیته و موشا و پشاور هستی، شوراها کماکان با قوتشان در امو کشور وجود دارد. به همین ترتیب دولت افغانستان تکلیفش کاملا روشن بود. 6 کس از کسایی که طالبان خواسته بودند تا به اکنون مانده. یعنی وقتی 5000 نفر رها میشه و جنگ شدت پیدا میکنه، معنای از این چی است؟ معنای از این است که خب بالاخره نسبت به صلح باید ما امید چندانی نداشته باشیم.
اگر 6 ماه بعد 1 سال بعد در افغانستان صلح میآید، 1 سال پیش ما جنگ میکنیم، آدم کشته میشه، چی از طرف طالبان آدم کشته میشه، چی از طرف جانب دولت بنا افراد ملکی، این معنایش چی است؟ دستاورد ما در این رابطه چی است؟ اگر ما صلح میکنیم باید انعطاف پذیر باشیم، باید خوشبین باشیم، باید مثبت نگر باشیم. ممنونم از وقت شما آقای یمن، متاسفانه وقت بیشتری نداریم، امیدوارم در فرصت دیگه‌ای بتونیم باز با شما صحبت بکنیم. میرزا محمد یارمند، معاون پیشین وزارت داخله افغانستان از کابل با. حذف کلمه اسلامی از تابلوی میدان جمهوری اسلامی در تهران موجب اعتراض بعضی از افراد و گروه‌های نزدیک به حکومت شده. یک مشاور شهردار پایتخت به تلویزیون ایران گفته حذف کلمه اسلامی از این تابلو قابل بخشش نیست و اگر عمدی بوده باشد با آن برخورد خواهد شد. یک عضو شورای شهر اما گفته که اشتباه سهوی بوده. رئیس سازمان برنامه بودجه ایران میگوید که این کشور در حال حاضر حتی برای خرید غذا و دارو هم نمیتواند نفت بفروشد. محمد باقر نوبخت همچنین با اشاره به بحرانی که کرونا در ایران به وجود آورده گفته دولت باید هزینه های خود را مدیریت کند. حسن روحانی رئیس جمهوری اخیراً از طرح گشایش اقتصادی صحبت کرده بود، اما رئیس سازمان برنامه بودجه گفته این طرح هنوز به طور دقیق مطرح نشده و از نمایندگان مجلس هم خواسته شده که فعلا در این باره اظهار نظر علنی نکنند. الکسی ناوالنی مخالف سرشناس دولت روسیه برای درمان به آلمان منتقل شده. آقای ناوالنی از پریروز که حالش بد شد در کما به سر میبرد. نزدیکانش میگن او را مسموم کردند. پزشکان پس از ورود آقای ناوالنی به برلین حال او را با ثبات اعلام کردند. هرچند همچنان بیهوش است. مهرداد فرهمند گزارش میدهد. آمبولانس حامل الکسی ناوالنی در راه بیمارستان در پایتخت آلمان با اسکورت و تدابیر امنیتی در خور مهمترین شخصیت‌های سیاسی. الکسی ناوالنی پیشینه طولانی در مبارزه با فساد و سوء استفاده مالی در روسیه دارد. از 20 سال پیش و از فعالیت در فضای مجازی برای افشای سوء استفاده‌های مدیران دولتی کارش به فعالیت سیاسی کشید. یک بار هم نامزد شهرداری مسکو شد که رأی چشمگیری آورد و دوم شد. در پرونده‌ای که خودش ساختگی می‌داند متهم به سوء استفاده مالی و محکوم شد و دیگر نتوانست در رقابت‌های انتخاباتی مجلس یا ریاست جمهوری وارد شود. اما بارها تظاهرات خیابانی را انداخت و بارها هم به زندان افتاد و حبس‌های کوتاه مدت کشید. در روزهای اخیر که در بلاروس تظاهرات برپا شده، الکسی ناوالنی در کانالش در یوتیوب به حمایت از تظاهرکنندگان پرداخت تا پریروز که به گفته یارانش در فرودگاه شهر تومسک در سیبری فنجانی چای نوشید راهی مسکو شد، اما در هواپیما حالش به هم خورد. هواپیما در شهر اومسک فرود اضطراری کرد. به بیمارستانش بردند. همسرش یولیا و خیلی خبرنگاران هم از راه رسیدند. از همان آغاز احتمال مسمومیت عمدی مطرح شد. اما پزشکان گفتند دلیل قاطعی بر مسمومیت نیافتند. از آلمان هواپیمای آمبولانس و تیم پزشکی فرستادند، اما پزشکان اعزام او را صلاح ندانستند. همسرش دست به دامن کرملین و نامه به ولادیمیر پوتین شد تا اینکه سرانجام اجازه صادر شد و یولیا با همسر بیهوشش به سوی برلین پرید. مرتضی فرهمند، بی بی سی. داوطلبان در جزیره موریس میگویند دولت جلوی فعالیت آنها برای کمک به پاکسازی لکه نفتی در آبهای ساحلی را گرفته. مقام ها میگویند محدودیت ها به دلایل بهداشتی اعمال شده، اما منتقدان نگرانند که دولت میخواهد جلوی انتقاد از عملکرد خود را بگیرد. آلودگی نفتی بعد از آن رخ داد که یک کشتی باری ژاپنی با حدود 4000 تن سوخت نزدیک این جزیره در اقیانوس هند دچار سانحه شد. کاترین بیاروهانگا گزارش می‌دهد. جزایر موریس هنوز گرفتار سانحه نشت نفت در دریا هاست، جایی که کشتی ژاپنی ام وی واکاشیو پس از برخورد با صخره های زیر آب غرق شد.
800 تن از سوخت این کشتی حالا به دریا نشت کرده. هزاران نفر از ساکنان سواحل اطراف بلافاصله بعد از سانحه مشغول پاکسازی منطقه از آلودگی نفتی شدند، اما این تلاش ها حالا متوقف شده. بعضی از داوطلبان میگویند که دولت دسترسی به ساحل را محدود کرده. دولت میخواد کار خودش رو دست بگیره، چون حرکت خودجوش مردم ثابت میکرد بدون کمک دولت و مقام ها هم کار پیش میره. راستش اینه که اوضاع داره بدتر میشه، چون حیوانهای مرده به ساحل میان. نفت داره گیاهان آبزی رو که محل زندگی این جانوراست از بین میبره و کارهایی که دولت میکنه خیلی موثر نیست. مقام ها میگویند که رفت آمد در منطقه باید کنترل شود، چون آلودگی میتواند سلامت انسان ها را به خطر بیندازد. اما دولت به محدود کردن آزادی بیان هم متهم شده. اینجا ماموران جلوی ورود اکسل چنی، محقق روزنامه اکسپرس، به نشست خبری پراوین جوگونوت، نخست وزیر را میگیرند. نخست وزیر میگه حرفش رو اشتباه گزارش کردیم، که کار داوطلبا بیشتر دردسر تا کمک. یعنی داوطلبایی که بعد از سانحه داشتن ساحل رو تمیز میکردن. میگه حرف منو اشتباه گزارش کردیم. چی بگم؟ خب گفتی دیگه. اما نشت سوخت چطور اتفاق افتاد؟ منتقدان میگویند واکنش دولت کند بوده و باید زودتر کشتی سانحه دیده از محل منتقل میشد. نخست وزیر هفته پیش به بی بی سی گفت که مطابق توصیه کارشناسان عمل کرده. بیش از 1500 گونه جانوری در آب اقیانوس، تالاب‌ها و گیاهان آبزی اطراف جزیره موریس زندگی می‌کنند. عده‌ای نگرانند که بازی‌های سیاسی باعث غفلت از بحران بزرگی شود که محیط زیست را به خطر انداخته. محض رضای خدا، ما با یه فاجعه محیط زیستی مواجهیم. فاجعه‌ای که خودمون درست کردیم. ترسم از اینه که بحث و جدل بیش از اندازه طول بکشه. باید بحث رو به جایی کشید که باید باشه. یعنی چالش‌هایی که این فاجعه محیط زیستی درست کرده. حالا لایه زخیمی از نفت در آب‌های ساحلی گسترش یافته، اما متخصصان می‌گویند ماه‌ها یا حتی سال‌ها طول می‌کشد تا روشن شود این مواد شیمیایی سمی چه اثری بر زیست بوم‌ها خواهد گذاشت. کاترین بیارهنگا، بی بی سی نیوز. ممنون که در این بخش خبری همراه ما بودید و ممنون که بی بی سی فارسی رو انتخاب کردید تا دقایقی دیگه با خلاصه خبرها با شما خواهم بود.